بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. هر شد که یکی از جاهایی که مورد هجوم و حمله دستگاه ابلیس به خصوص در آخر زمان قرار میگیره، پیوندهای محبوب خدا و مقدسی است که در جامعه برقرار هستش. پیوندهایی که اگر سست بشه، اگر گسسته بشه، جامعه دیگه به رستگاری نخواهد رسید، تربیت دیگه تو جامعه نخواهد بود، سرباز دیگه برای دین خدا تربیت نمیشه. و از مهمترین اون پیوندها دو تا پیوند هست. یکی پیوندهای خانوادگی هست که اگه خانواده دچار فروپاشی بشه، جامعه در واقع از جهت تربیتی و اخلاقی دچار فروپاشی میشه. و یکی پیوند دومی که بسیار مهم، بلکه مهمترین پیوند هست، پیوند بین مؤمنین و امام هست، رهبر الهیشون هستش، ولی خدا، که اگر این پیوند زده بشه، رابطه بین انسان و ولی خدا قطع بشه، به هیچ وجه دیگه نمیتونه به قرب خدا برسه، به هیچ وجه دیگه نمیتونه به رشد برسه. امامت یک راه در بین ده‌ها راه نیست که ما رو به خدا برسونه، تنها راهه، هیچ راه دیگری نیست. اینجور نیست که ما مثلا ده ها راه داشته باشیم که آدم بتونه به قرب خدا برسه، بعد یکیش هم راه امامت و ولایت باشه. ابدا، تنها راهی که اگه انسان میخواد به قرب خدا برسه میتونه از اون راه برسه، این هست که زیر پرچم ولی خدا، زیر پرچم معصوم، در محیط ولایت معصوم بندگی خدا رو انجام بده. اینکه امام رضا علیه السلام حتی شرط توحید رو ولایت دونست. حالا نماز و روزه و حج و اینا که فروع دینن، توحید که اصلی ترین آموزه دینی و محوری ترین چیز تو دین هستش، توحید هم اگر بخواد توحید باشه، خداپرستی هم اگر بخواد خداپرستی باشه، بندگی هم اگر بخواد بندگی باشه، باید در معیت معصوم باشه. امام رضا علیه السلام فرمود من شرط لا اله الا الله هستم و انا من شروطها، تو همون حدیث سلسله الذهب که معروف احمدتون میدونید. پیغمبر اکرم نشسته بود، اصحابم یه تعداد دور پیغمبر، حضرت یه چوبی دستش بود، یه چند تا خط کج و موج کشید، یه خط صاف کشید، فرمود صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، بقیهش همش انحرافیه، راه نیست، چاهه. و صراط هو علی ابن ابی طالب. صراط همونی هستی که معصوم اون راه رو رفته و بقیه رو هم میخواد ببره. ولی خدا کسی است که مستقیم تحت تربیت خدا قرار گرفته، خدا او رو تربیتش کرده، تمام استعدادهاش به فعلیت رسیده و تمام اسماء و صفات خدا رو گرفته و شده خلیفت الله، یعنی جانشین خدا. جانشین نه به این معنا که دیگه نعوذ بالله مثلا فرض کنید چیزایی که ما الان تو مسئولیت ها میگیم که فلانی جانشینه، یعنی اگه مثلا اون مدیر نبود این جاش کارا رو انجام میده، اینجوری نیست که خدا نباشه، خدا هست، منتها توسط او کارها رو انجام میده. پروردگار عالم شکی نیست که همه کار خداست، ولی توسط خلیفت الله و جانشینش هست که تمام کارها رو تو این عالم انجام میده. اگر بخواد فیضی به کسی برسه، نه انسان، هر موجودی، توسط ولی خدا از خدا گرفته میشه و داده میشه. اگر بخواد کسی چیزی از خدا گیری بیاره، توسط ولی خدا هستش که میتونه قرب به خدا پیدا کنه. شما این آیه رو همتون بارها شنیدید، ولی یه نکته توش هست، نمیدونم دقت کردید یا نه. این آیه تطهیر رو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این کلمه انمایی که این اولش هست، یعنی فقط و فقط خداوند متعال اراده کرده که شما رو پاک بکنه، شما رو تطهیر از هر آلودگی و رجسی تطهیر و پاکتون بکنه، فقط شما رو پاک کرده.
یه سوال، مگه 124,000 پیغمبر که در روایات این عدد 124,000 تو روایات اومده، مگه اونا همه معصوم نبودن؟ مگه پاک نبودن؟ مگه بعضی از امامزاده ها حتی مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مگر اینها پاک و معصوم نبودن؟ اینا هم درجاتی از عصمت داشتن، البته نه عصمت 14 معصوم ها، ولی درجاتی از عصمت داشتن. پس چرا خدا تو این آیه میفرماید فقط و فقط خدا شما رو پاک کرده؟ انما، این کلمه انما یعنی فقط و فقط. یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فقط شما 14 نفر. جواب این استش که نه خیر، کاملا درسته، خدا فقط این 14 نفر رو مستقیم تربیت کرده، پاک کرده، بقیه پاکان توسط اینا پاک میشن، توسط اینا تربیت میشن، همه شاگردان اینا هستن. فقط و فقط 14 نفر رو مستقیم پروردگار عالم اینها رو تطهیر کرده، تربیت کرده، بقیه تمام انبیا شاگردانشون بودن. روایت ما داریم از امام صادق علیه السلام، مرحوم فیض کاشانی در اول تفسیر صافی اون روایت رو آورده که ان الله بعث نبیه و هو روح الى الانبیا و هم ارواح. خداوند متعال پیغمبرش رو در عالم ارواح، نه عالم اجساد، اینجا عالم اجسامه، عالم اجساده، در عالم ارواح قبل از عالم دنیا، خداوند متعال پیغمبرش رو در اون عالم نبی بر انبیا قرار داد. یعنی همه انبیاء دیگه شاگردان پیغمبر بودن و پیغمبر در واقع پیغمبر اونها بوده. ان الله بعث نبیه و هو روح الى الانبیا و هم ارواح فانه دعاهم الى توحید الله و طاعته. پیغمبر اونها رو دعوت کرد به خداپرستی و بندگی، بندگی رو از پیغمبر یاد گرفتن تمام انبیا. به قول بزرگی حرف کاملا درستی میزد، میگفت فکر نکنید آیه قرآن بیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا در بین امیین، آدمایی که مثلا امیان، آمیان، بی سوادن، پیغمبر رو فرستاد. فکر نکنید بی سواد ها ماها هستیم، انبیا هم در مقابل پیغمبر بی سوادن، انبیا هم در مقابل 14 معصوم امی هستن، آمی هستن. فقط این 14 نفره، بقیه هر کی بخواد چیزی گیرش بیاد باید اینجا بیاد، در معیت معصوم باید بره بالا، تو محیط ولایت معصوم. موجود پایین‌تر باید خودشو بسپاره به موجود بالاتر تا ببرتش بالا. شما ببینید وقتی غذا میخورید، غذا موجود پایین‌تر از خودتونه دیگه، غذا از جماداته. وقتی غذا میخورید، غذا وارد بدن مؤمن که میشه، تبدیل میشه به نماز و روزه، انرژی میشه دیگه، تبدیل میشه به نماز و روزه و ذکر و میره عالم ملکوت. یعنی غذا که موجود پایین تره، وقتی خودش رو تسلیم موجود بالاتر که انسان هست، وقتی وارد بدن او شد، این کاری با غذا میکنه، او تبدیل میشه به ذکر و نماز و روزه، وارد ملکوت میشه، از صراط مؤمن وارد ملکوت میشه. موجود پایین‌تر خودشو بسپره به موجود بالاترین. بالاترین انسان، انسان برتر تو این عالم که بالاترین وجود تو این عالم، معصوم و ولی خداست. ما اگه خودمونو بسپاریم به او، وقت کمالات در ما ظهور میکنه. این که در زمان حضرت ولیعصر علیه السلام، همه تون شنیدید که مردم به صورت جهشی رشد میکنن، عقلشون، اخلاقشون، معنویتشون، عدالتشون، امنیتشون، همه چی به صورت جهشی در زمان امام زمان رشد میکنه. این به دلیل این هست که در واقع کمالات امام زمان ظهور میکنه تو مردم، در واقع مردم خودشون مثل آینه قرار میدن که امام زمان جلوه میکنه توشون، عقل امام زمان، معنویت امام زمان، علم امام زمان، خصوصیات حضرت ولیعصر جلوه میکنه تو افراد، البته به تفاوت تسلیم بودن. هر کی بیشتر تسلیم باشه، بیشتر جلوه میکنه حضرت تو او. اون وقت تو اون زمان جهشی مردم رشد پیدا میکنن. اینجوری نیست که حضرت ولیعصر علیه السلام مثلا صبح به صبح کلاس عرفان داشته باشه، برای مردم بیان بشینن سر کلاسش، یا مثلا یه ختم بده، یه چله بده که برید این انجام بدید، بیاد یه چله دیگه بهتون بدم. اینجوری رشد نمیده حضرت. حضرت وقتی میاد، کسانی که تسلیمش هستن و خودشونو سپردن به او،
اون وقت جلوه میکنه صفاتش تو اونها. تشبیهن حالا اونایی که سنشون یه مقدار بالاتر هست اینو خوب درک میکنن. جوانهایی شاید بودن قبل از انقلاب که تو خدا ما رو ببخش این تعبیراتو میکنه ولی واقعیت داره دیگه، تعارف که نداریم. قبل از انقلاب اهل کاباره و کافه و اهل سینما و تو زمان طاغوت، یه مرتبه حضرت امام اومد به عنوان نائب امام زمان ایشون رو پذیرفتن، همون جوونی که اون تیپی بود یه مرتبه تبدیل شد به یک جوان شجاع، نماز شب خون، با تقوا، زاهد، متوکل بر خدا. چطور یه مرتبه اینجوری متحول شد؟ وقتی که دور ولی خدا رو گرفتن، نائب امام زمان، خصوصیات حضرت امام توشون جلوه کرد. خود امام اینجوری بود، خصوصیاتش تو یارانشون جلوه کرد که این چنین یه مرتبه رشد کردن. در زمان حضرت ولی عصر علیه السلام توی مقیاس خیلی بالاتر، که او چون معصومه دیگه، توی مقیاس خیلی بالاتر این اتفاق میفته. موجود پایینتر خودشو بسپره به بالاتر، رشدش میدن، میبرنش بالا. هیچ راه دیگری غیر از این نیست. شیطان میخواست بدون خضوع و سجده بر ولی خدا و انسان کامل به جایی برسه با وجود 6000 سال عبادت از در خونه خدا رجم شد. دارید دیگه همتون تو قرآن وقتی خداوند متعال دستور سجده و خضوع در مقابل ولی خدا آدم رو داد، شیطان تو روایت داره گفت خدای منو از این سجده بر آدم معاف کن، آنچنان عبادتی میکنم تو رو که احدی اونجوری عبادت نکرده، من خودم مستقیم میخوام عبادت بکنم، نه اینکه سجده بکنم، خضوع بکنم در مقابل ولی خدا انسان که این منو ببره بالا، خودم مستقیم میام در خونه. خداوند متعال فرمود که لا حاجت لی الى عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو بندگی منو بکنی از اون راهی که من میگم، نه اون راهی که تو دلت میخواد. اونی که من میگم اینه که خضوع کن، سجده کن در مقابل انسان کامل، در مقابل این تسلیم باش. شیطان این کار رو نکرد، با 6000 سال عبادتش از در خونه خدا طرد شد، اخراج شد، رفت بیرون. مرحوم فیض کاشانی در کتاب مهجة البیضا نقل کرده که در زمان حضرت موسی، حضرت موسی به خدا متعال عرض کرد که خدایا این شیطان رو ببخش، این رو ببخشش که دیگه شر کم بشه، این همه گناهان همه به گردن اینه، این شرش کم بشه، بیا توبه بکنه و درست بشه. خدا اون متعال فرمود من ببخشمش به یه شرط، و اون این که بره بر قبر آدم سجده کنه، بره بر قبر آدم سجده بکنه. دقت بفرمایید، داستان رو کم کنی نیست که خدا میخواد روشو کم بکنه که تو سجده نکنه، برو بر قبر سجده کن، نه، داستان اینه که اگر بخواد به قرب من برسه، اگه بخواد توبه کنه، توبه چون گناه خروج از ولایته، من شبای قبل خدمتتون عرض کردم کسی که گناه میکنه اون هنگامی که داره گناه میکنه از ولایت اهل بیت خارجه، چون اهل بیت این دستور رو ندادن که تو اینو انجام بده، این گناه رو بکن. توبه دو مرتبه برگشته به ولایته، توبه برگشته به ولایته، لذا گفتن اگر کسی توبه میکنه صلوات هم زیاد بفرسته که نورانیت صلوات اون ظلمت گناهی که اگه تو وجودش بوده از بین ببره. توبه برگشته به ولایت. خب اگه شیطان بخواد توبه بکنه باید برگشت به ولایت داشته باشه، باید بره سجده بکنه بر قبر آدم، باید نسبت به ولی خدا خضوع بکنه. حضرت موسی این رو به شیطان گفت، گفت برو یه سجده بکن، قال قضیه رو بکن دیگه. شیطان طبق این نقل گفت من بر خود آدم سجده نکردم، برم بر قبرش سجده کنم، من این کارو نمیکنم. فقط و فقط راه همینه، غیر از این هیچ راه دیگری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی رو که همه تون کما بیش اسم این عارف کم نظیر رو شنیدید. ایشون تو نجف که زندگی میکرد، یه جوان لاتی تو کوچه شون زندگی میکرد که معمولا سر کوچه وایساده بود و به هر حال پلاس بود و اهل نماز و دین و این حرفا نبود، فقط آقای قاضی رو دوست داشت. هر موقع آقای قاضی از سر کوچه رد میشد، این بلند میشد جلوش اظهار ارادت میکرد، یا آقا مخلصتیم، چاکرتیم، شروع کرد اظهار ارادت کردن. آقای قاضی یه مرتبه ایستاد بهش گفتش که قاسم مگه نمیگی به ما ارادت داری؟ گفت آقا با
مخلصت هم هستیم. آقای قاضی گفت بیا به خاطر این محبتی که به ما داری یه قولی به من بده. گفت آقا هر چی باشه من انجام میدم. گفت بیا امشب بلند شو تو نیمه شب یه دو رکعت نماز شب بخون. این برق از چشش پرید. گفت آقا مثلا نماز صبحمو بلد نیستم چیه، نماز شب اصلا نمیدونم چی هست. آقا گفتش که مگر شما قول ندادی که به خاطر محبت من هر کاری باشه انجام بدی؟ گفت آقا خب باشه، ولی من نمیتونم بلنشم اون موقع، من تا لنگه زور گرفتم خوابیدم، من نمیتونم اون موقع بلنشم. آقای قاضی گفت تو نیت کن من بیدارت میکنم. برای آقای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او، نه اینکه بره در خونهشون در بزنه ها. گفت تو نیت کن من بیدارت میکنم. این برای اگه مردونگیش دیگه برخورده بود گفت آقا باشه. رفت یه ساعتی رو نیت کرد، مثلا فرض کنید ساعت 4 نصف شب، یه ساعتی رو نیت کرد و دید سر همون ساعت بلند شد. وقتی بلند شد دید چه حالی داره. ممکنه بعضیا سحر بلند شن اما تلو تلو میخورن، حال ندارن. خود بلند شدن یه توفیق، حال داشتن یه توفیق علاهده است. بلند شد دید چه حال خوشی داره، آسیناشو زد بالا که بره تو حیات لب حوض وضو بگیره. یه مرتبه دلش شکست که خدایا یه عده هستن که این موقع شب یک عمری در خونت زار زدن، یک عمری مناجات کردن، صداشون پیش ملکوتیا آشناست. من بدبخت روسیا اون طرف اصلا کسی منو نمیشناسه تو عالم بالا. خدایا اما من امشب، من روسیا هم اومدم، صدق سر اون خوبان درگاهت ما رو هم بپذیر. قاسم اون شب برای شب قدر شد و جهشی رفت بالا. دیگه بعد از او از شاگردان آیت الله آقای قاضی بود که میگفتن که بعد از مدتی غذای نیم خوردهشو تبرکن بعضیا میبردن، نیم خورده غذاش رو تبرکن بعضیا برمیداشتن. اگر مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی جوریست که قاسم وقتی خودشو سپرد به او اینقدر بالا رفت، آیت الله آقای قاضی با تمام عظمتش خاک پای امیرالمومنینه، خاک پای امام حسینه، خاک پای حضرت ولیعصر علیه السلام. اگر با آقای قاضی اینقدر میشه بالا رفت، با امیرالمومنین چقدر میشه بالا رفت؟ با امام حسین چقدر میشه بالا رفت؟ آدم وقتی خودشو بسپاره بالا میبرنش، کمالات معصوم تو جلوه میکنه. سلمان که بی خودی سلمان نشد. در روایت از جعل هواه و هوا امیر المومنین، سلمان نه فقط اعمالش طبق میل امیر المومنین و پسند امیر المومنین بود، او که بماند، نه فقط اعمالش بلکه میلش رو هم تابع میل امیر المومنین کرده بود. یعنی هرچی که علی بپسنده من همونو میپسندم، هرچی که اون نپسنده مثلا دوست ندارم. این خیلی مهمه، حالا مقدار روش فکر بکنید. یه موقع آدم اعمالش رو طبق پسند کسی میکنه اما دلش یه جای دیگه است، دلش هنو راضی نی، میلش هنو جای دیگه است، ولی به زور انجام میده دیگه، این اعمال رو انجام میده. اما یه موقع انقدر عاشق اهل بیت شده که حتی تو دلش و اعماق وجودش هم چیزی غیر از پسند ولی خدا نیست. هرچی او بپسنده منم میپسندم، هرچی اون پسنده منم دوست ندارم. حب و بغضش عوض شده. این که شما میبینید شهدای کربلا تو سلامی که تو زیارت عاشورا بهشون میدید، در زیارت عاشورا وقتی که اول سلام به امام حسین میدید، میگید السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت به فنائک. اینو دقت کردید یعنی چی؟ علل ارواح التي حلت به فنائک. کلمه فنا، فنا این محیط باز جلوی خونه ها که الان بهش میگن حیات. حالا در گذشته که دیوار نبود که، حیات الان دیوار دورش کشیده شده. در گذشته یه محوطه بازی جلو خونه ها بود که اگه شطوری، اسبی، استری، چیزی میخواست بار بیاره اینجا بار مینداخت، بارانداز بود، بار رو اینجا خالی میکرد. اون محوطه خالی جلوی خونه، اینو میگم فنا. به شهدای کربلا شما میگید حلت به فنائک. اینها بار انداختن در فنا امام حسین، در بارانداز امام حسین. یعنی هرچی داشتن و نداشتن اینجا خالی کردن، یعنی هیچی دیگه منیت از خودشون نمون،
هر چی داشتن رو اینجا فدا کردن، اینجا تسلیم کردن، یعنی همون فانی بودن در خود ابو عبدالله. محو امام حسین شد، گفت کشتگان کربلا عین حقند، زان که غرق عشق هوی مطلقند، جان 72 نور ای نور عین واحد است. دقت بکنید، صفی علی شاه این شعر رو داره، میگه جان 72 نور ای نور عین واحد است و واحدی همچون حسین. 72 تا دیگه نیستن، شدن یکی، همشون شدن حسین. زین سببشان در سلام و در کلام، به ابی انتم و امی گفت امام. به خاطر این امام باقر علیه السلام فرمود هر کی به شهدای کربلا سلام میده بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما. بذارید من بگم چی میخوام از این جمله بگم خدمتتون. من یه موقع خودم برام سوال بود که هر، حالا شهدای کربلا یکی اول فضل اون جای خود داره، یکی از علی اکبر اون جای خود داره، یکی حبیبه، یکی زهیره، یکی بریره، اینا کسانی بودن عابد و زاهد بودن. حبیب از اصحاب پیغمبر بود، از اصحاب امیرالمومنین بود، بعضن کسانی بودن که شب زنده دارانی بودن که 50 سال شب زنده دار بودن و روز خیلی از روزها روزه بودن، قاریان قرآن بودن. اما هر رو شما ببینید، هر تو لشکر دشمن بود، هر جاش قعر جهنم بود، در مقابل امامش ایستاد. اولین کسی که دل زن و بچه امام حسین علیه السلام رو لرزوند هر بود، که وقتی با سپاه 1000 نفریش اون اول کار که ابو عبدالله میخواست به سمت کوفه بره، هر اومد محاصره کرد، گفت حسین نمیذارم بری، دستور از ابن زیاد دارم که به سمت کوفه نذارم بری و نمیذارم برگردی به سمت مدینه. خب زن و بچه امام حسین ترسیدن که همچین وضعیتی پیش اومده براش. هر در مقابل امامش بود، خب ولی خب برگشت و شد جزء شهدای کربلا. اون وقت امام باقر که میگه اگر کسی به شهدای کربلا میخواد سلام بده تا قیامت بگه به ابی انتم و امی، ولو بزرگترین ولی خدا هم که باشه بگه پدر و مادرم فدای شماها شهدای کربلا، که یکیش هم حره، که یکیش هم حره. تا رسیدم این شعرهای صفی علی شاه رو وقتی دیدم، دیدم نه کاملا درسته، یکیش هم حره. این شعرها میگه این 72 تا که یکیش هم حره، دیگه اینا منیت نداشتن، همشون امام حسین پرشون کرده بود، همشون آینه هایی بودن، جلوه امام حسین روشون افتاده بود. جان 72 نور ای نور عین واحد است و واحدی همچون حسین. زین سببشان در کلام و در سلام، به ابی انتم و امی گفت امام. امام بر همین بهشون گفت به ابی انتم و امی. این به ابی انتم و امی در واقع همون به ابی انت و امیه که خطاب به امام حسینه، همونه، همون امام حسین تو 72 تا آینه تابیده، همشون حسین شدن. کسی که خودشو تسلیم بکنه به معصوم، اینجوری به مقامات میرسه. راهش هم همینه، هیچ راه دیگه هم نداره. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، آدمی بود بسیار با عظمت، مقام معظم رهبری، میفرمود خود من کرامت ازش دیدم. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، خیلی از بزرگان مراجع ما ارادت به ایشون داشتن، آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون میگفت ما به هر جا که رسیدیم با اشک بر سید الشهدا رسیدیم، با ارادت به اهل بیت رسیدیم. واقعا هم همینجوری، این آدم رو میرسونه، این آدم رو میرسونه. امشب در خونه کسی هستیم که من نمیدونم اصلا راجب هست ابوالفضل علیه السلام باید چی گفت. هرچی عظمت تو این بزرگوار جمع شده، هرچی عظمت تو او جمع شده. نیست صاحب همتی در نشعتین، همقدم عباس را بعد از حسین، در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. همه در هواداری امام حسین با یه دستشون اومدن، ابوالفضل با هر دو دستش اومد، هر دو دستشو داشت. در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. مرحوم آقا نجفی قوچانی صاحب کتاب سیاحت غرب که احوالات خودش بعد از مرگ رو تو اون کتاب نوشته، که چیز عجیبی هست
که مرحوم شهید مطهری ازشون سوال کرده بود که شما از کجا میدونستی بعد از مرگت چی میشه که احوالات بعد از مرگت تو این کتاب نوشتی؟ خب قبل از اینکه از دنیا بره این کتابو نوشته دیگه، و کجا میدونستی؟ ایشون فرمودن یک، بر اساس روایات اهل بیت که اونورا خبر دادن چی میشه، و دوم مکاشفاتی که از اونور به من نشون دادن، صحنه‌ای که از اونور به من نشون دادن. آدم با عظمتی بود آقا نجفی قوچانی. ایشون علاوه بر این کتاب سیاحت غرب که احوالات عالم آخرت خودش رو بیان کرده، یک کتاب دیگه داره به نام سیاحت شرق که زندگی نامه دنیای خودش از بچگی، زندگی نامه دنیایی خودش رو بیان کرده. خیلی کتاب قشنگیه. دوستان اگر گیر آوردید این کتاب رو، این کتاب رو بخونید. به قدری آدم رو قشنگ رفیق میکنه با خدا. انقدر با خدا ساده حرف میزنه، صمیمی حرف میزنه، که اگه آدم این کتاب رو بخونه حس میکنه خیلی نزدیک شد به خدا. تو این کتاب خودش نوشته، یه مجتهد مسلم با عظمت خودش نوشته که من یه ایام دهه محرمی بود، یا دهه محرم بود یا اربعین، حالا تردید از بنده هستش، شاید اربعین مثلا بوده، که معمولا متدینین حالا از قدیم الایام پیاده از نجف میرفتن کربلا. میگه من هم راه افتادم، یه تعداد دیگه هم تو راه بودن، البته خب اون موقع که به این شلوغی ها که نبوده که. میگه من با خودم آب بر نداشتم، گفتم سبک برم دیگه، سبک. حالا تو راه بالاخره، حالا به تعبیر امروزی موکب ها، ولی اون موقع مثلا میگفت این کاروانسرای چیزی هست که منازل بین راه هستش که آب میگیرم. میگه وقتی رفتم اتفاقا چیزی نبود تو بین راه، یا اگه بود آب نداشتن، خدا میخواست یه چیزی بهش بده، در و تخته رو داره جور میکنه که یه چیزی بهش بده. میگه از چند نفر آب خواستم که داشتن میومدن، اونام یا خودشون نداشتن یا اگه داشتن فقط بنزه خودشون، خیلی کم داشتن. من همینجوری رفتم و گفتم میرم کربلا، حدود شاید 70 و خورده 80 کیلومتر. میگه رفتم، حالا نمیدونم تو چند ساعت چه مدت شد، ولی میگفت جوری بود که جیگرم به شدت میسوخت، آتش شدید بر من غالب شده بود، جگرم به شدت میسوخت. شاید مثلا روز دوم یا سوم راهش بوده، یعنی اینجوری نبود که یه سر راه رو همه رو رفته باشه. میگه از دور برق گنبد طلایی ابو عبدالله علیه السلام رو میدیدم، شاید هنوز مثلا یه فرسخ مونده بود، 7-8 کیلومتر مثلا مونده بود، از دور میدیدم، بر سرعت قدم هم افزودم، به قدری آتش بر من غالب بود که اصلا من یواش یواش داشتم سیاه میدیدم دور و بر خودم رو. یه مرتبه یاد عصر عاشورا افتادم، میگه یه مرتبه یاد عصر عاشورا افتادم که بچه های امام حسین اونجا تشنگی رو چجوری تحمل میکردن. حالا بزرگتر و بزرگتر بودن، اون بچه 3 ساله، بچه 4 ساله، بچه 7 ساله، 27 نفر بچه قد و نیم قد تو کربلا بودن، اینا چجوری آتش رو تحمل میکردن. میگه دیگه حال و هوا و دلم رفت دیگه برای عصر عاشورا، و شروع کردم گریه کردن و گریه میکردم و میرفتم، دیگه از خودم غافل شده بودم. یه مرتبه خداوند متعال عنایت کرد، یه صحنه به من نشون داد، خود ایشون تو این کتاب نوشته، میگه یه صحنه ای به من نشون داد عصر عاشورا رو. میگه دیدم بچه‌ها بعضیا دامناشون آتش گرفته دارن تو بیابان‌ها میدون، هر کی داره یه طرف میره، صدای جیغ ناله، این طفل معصوم‌ها گاهی موقع با پای برهنه، بعضن چیزی نداشتن، رو سنگ‌ها و خارها دارن میدون. میگه من دیگه گریم هق هق شده بود، میخواستم برم یکی از اینهایی که دامنش آتش گرفته بود و نجات بدم، اما خب یه صحنه مکاشفه بود، نمیتونستم برم. یه مرتبه خودم رو یافتم که تو کوچه های کربلا اومدم، وارد شدم تو کربلا، دیدم اومدم صورت پر از اشک و گرد و خاک، پاها خونی، خورده به سنگ ها و اینا، اصلا من متوجه نبودم. یه مرتبه دیدم مردم وایستادن بهت زده منو مثلا نگاه میکنن، این کیه با این هیبت اینجوری وارد شد. رفتم کنار یه نهر آبی، پاهامو شستم، صورتمو شستم، یه مقدار نشستم، صاف رفتم حرم سید الشهدا، رفتم حرم امام حسین، با اینکه خیلی خسته بودم رفتم حرم، نشستم روی سکوی، یه مقدار که نشستم دیدم صدای زنگ بزرگ ساعت، زنگ ساعت، دیدم صدا بلند شد، مثلا ساعت 6،
اما من صدای زنگ نمیشنیدم، این صدا رو میشنیدم، هل من ناصر، هل من ناصر، هل. میگه یه مرتبه دلم ریخت، بلند شدم، گریم گرفت، گفتم یا ابا عبدالله بعد از هزار و خورده ای سال صدای هل من ناصرت الان بلنده، خدایا کی هست که جواب سید الشهدا رو بده. یه مرتبه دیدم از حرم ابوالفضل علیه السلام اونجا هم زنگ به صدا در اومد، اما من صدای زنگ نمیشنیدم، این رو میشنیدم، لبیک لبیک لبیک. رو کردم به حرم ابوالفضل، گفتم جانم فدای تو یا عباس، هنوز هل من ناصر برادرت رو تو جواب میدی، هنوز هل من ناصر برادرت رو تو جواب میدی. ابا عبدالله علیه السلام 56 سالشه، حضرت ابوالفضل 34 سال، حدود 20 و چند سال با هم فاصله سنی از جهت سن دارن، از جهت مرتبه و مقام عددی تو این عالم قابل مقایسه با 14 معصوم نیست. اونا اصلا یه چیز دیگه است که کسی قابل مقایسه با اونها نیست، حتی ابوالفضل. با وجود اینکه امام حسین هم بزرگتره از جهت سن، هم از جهت رتبه و مقام، ولی اعظم خدا هست، 3-4 مرتبه روز عاشورا به حضرت ابوالفضل گفت جانم فدای تو، به ابی انت، به نفسی انت، جانم فدای تو. آخرین بار که دیگه همه رفتن، آخر از همه از ابوالفضل علیه السلام بخواد بره، اون کسی که ظرفش بزرگتر از همه است، تحملش از همه بیشتره، و آخر از همه داره میره. ابوالفضل اینجوری شهادت همه رو دید، تیکه تیکه شدن علی اکبر رو دید، تیر خوردن علی از همه رو دید، ظرف بزرگه. اما اومد پیش امام حسین، میدونید چی گفت؟ نگفت ابا عبدالله سیدی و مولای به من اجازه بده برم، نه، تعبیر اینه، لقد زاغ صدری، آقا سینه من تنگ شده دی، پر شدم من، پر شدم من، سینه من تنگ شد. ابا عبدالله علیه السلام فرمود به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو، برو آب بیار، برو آب بیار. حضرت ابوالفضل که محو تو امام حسین بود، محو تو امام حسین بود، سریع اومد تو خیمه آب، خیمه که مشک ها بودن که مشک رو برداره، این مشک ها آویزون بودن، خب شبای قبل آب می آوردن دیگه، آویزون بودن، وقتی چیکه می کردن زیرش یه مقداری رنگ خاک قهوه‌ای شده بود و نمناک شده بود. نگاه کردید بعضی از این بچه کوچولا شکمشون رو زدن بالا، دلشون رو گذاشتن یه مقدار خنک بشن و آروم بگیرن. آدمی که مرد وقتی این صحنه رو ببینه، مشک رو کند و رفت، تا رفت بچه های امام حسین گفتن تموم شد تشتگیمون، عمو رفت. میدونستن ابوالفضل گره گشاست، هر جا بره راه رو باز بکنه، خوشحال شدن. اما بچه های امام حسین، این عمو رفت دیگه، بر نمیگرده، این عمو رفت. وقتی رفت، جزئیات همه تون میدونید، وارد شریعه فار، 3 نفر ظاهرن بودن روز عاشورا، از همه تشنه تر بودن، از همه چون سهم آب خودشون هم تو روزهای قبل به بقیه میدادن. ابو عبدالله خودش بود اول از همه، خواهر بزرگوارش زینب کبرا بود و سومینش ابوالفضل، از همه تشنه تر وارد شریعه فرات شد، آب برداشت، خب بخو بخو جون بگیری، اما آب رو گذاشت، ریخت و مشک رو پر کرد، اومد بیرون. وقتی اومد 4000 نفر رو تو نخلستان گذاشته بودن، اگه کسی بخواد بره سراغ آب بزننش، با تیر، با شمشیر، با نیزه، با هر چی که شد، 4000 نفر از اون سپاه 30000 نفری نانجیب پست. ابوالفضل وقتی که این مشک رو انداخت جلوش و حرکت کرد، تیربارانش کردن، شما ببینید چه تعداد تیر طرفش بیان، خودش خم شد رو مشک که تیرها به خودش بخوره، به مشک نخوره، تیربارانش کردن. از رجزهاش میفهمیدن که دستاش هم قطع شد، از رجزهاش میفهمیدن، اما او فقط میخواست این آب رو برسونه. یه کار کردن که ابوالفضل نگهش دارن، او متوقف نمیشد با وجود قطع دستش، با تیر مشکش رو زدن، تا مشک رو زدن فوقف العباس، یه مرتبه وایستاد،
ابوالفضل کجا داری میری؟ دیگه از این به بعد وقتی بری فقط دل بچه ها میسوزه تو رو اینجوری ببینن. فقط دلشون، آب که نمیبری براشون، فقط دلشون میسوزه. فوقف العباس، و تو همون هیم بود که تیری به چشمش خورد، سرشو خم کرد که پاش این تیر بین پا و بین اسب قرار بده بکشه. سر که خم شد کلاخود از سرش افتاد و عمود آهنین فرود اومد. دیگه حضرت نتونست بشینه اونجا. این ابوالفضل مؤدب، نمیدونم، حضرت زهرا رو دید، گفت که فرزندم، که به خودش اجازه داد به امام حسین بگه برادر، یا اخا ادرک اخاک. امام حسین علیه السلام برای علی اکبر گریه کرد، برای علی اصغرش گریه کرد، برای جون غلام سیاهش گریه کرد، اما وقتی کنار ابوالفضل اومده نگفتن گریه کرد، بکانی سرخ الحسین ناله زد. وقتی ابو عبدالله ناله زد صدای کف و سوت اون طرف بلند شد، تموم شد کار حسین. ستون خیمه لشکر حسین عباس بود، تموم شد. و اونجا بود که ابو عبدالله فرمود الان انکسر زهری و غلتی لتی. خدایا به آبروی باب الهوائج ابوالفضل، دیگه از ایشون نگیرید، از کی میخواید بگیرید؟ به آبروی ابوالفضل و مادرش ام البنین، این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، تو خبر از حاجت ها و گرفتاری ها و مشکلات فردی و اجتماعی ما داری. خدایا به آبروی ابوالفضل، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. خدایا قسمت میدیم، چون شب ابوالفضل من دارم دعا میکنم، عزیزمون انشاءالله منو میبخشن، خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی ابوالفضل باب الهوائج، این بلای عمومی رو، این بیماری رو از همه مؤمنین و از همه مظلومین جهان برطرف بگردان. خدایا به آبروی ابوالفضل قسمت میدیم نسل و اولاد ما رو تا قیامت علوی و فاطمی و حسینی و ابوالفضلی قرار بده. به آبروی ابوالفضل و مادرش ام البنین قسمت میدیم مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به آبروی ابوالفضل رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی ابوالفضل امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، ذوی الحقوق این جمع، همشون رو از صائم مهمان ابا عبدالله و ابوالفضل قرار بده. خدایا به دستان قطع شده ابوالفضل قمر و منیر بنی هاشم، به سر مقدس سید الشهدا، بالاترین خواسته ما فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.